بعد از جریان خلفای راشدین اصولا خداوند از معادلات سیاسی جامعه حذف شد. وقتی ما میشینیم همش صحبت از عدالت اسلامی، همش صحبت از قرآن، همش از صحبت حکومت علی، حکومت عمر، واقعا مشکل در کجاست که ما این همه خونریزی ها و این همه اختلافات در درون افغانستان ما داریم؟ بقول شهید مزاری که میفرمود، میگفت شعارها همه ملیه ولی عملکردها همه قومیه. از دوران شکلگیری افغانستان توسط احمدشاه عبدالی و خصوصا بعد از چند سال حاکمیت خود احمدشاه عبدالی، تمام افغانستان به دست فرزندان احمدشاه عبدالی میفته. حکومت افغانستان در زمانه و در عصر تاریکی از نبردهای قبیله‌ای قرار میگیره. تمام قبایل پشتون بر علیه همدیگر قیام میکنند. درون افغانستان تا سال 1929 منازعات قبیله‌ای بود. یعنی مثلا صدوزایی ها علیه بارکزایی ها، بارکزایی ها علیه احمدزای، احمدزای بر علیه غلظزایی، غلظزایی علیه صدوزایی، صدوزایی علیه مثلا بخشای دیگه جامعه پشتون، اینا در بین خود درگیر بودن. همون سنتی که از فرزندان احمدشاه عبدالی به یادگار مانده بود. شوکی که به جامعه قبیله سالار افغانستان وارد شد، برکنار شدن یا سقوط آمان الله خان بود با روی کار آمدن حبیب الله کلکانی. وقتی حبیب الله کلکانی وارد دستگاه قدرت شد، یک دفعه شوک بسیار عظیم وارد بدن سیاسی جامعه پشتون شد و پشتون ها فکر کردن برای اولین بار که ما حاکمیت تاریخی و اقتدار تاریخی که حق ما بوده در این سرزمین رو ما از دست دادیم. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان. خب به نام خدا و با سلام به ارواح پاک طیبه شهدا و تقدیم احترام خدمت تمام حضار محترم، خصوصا مهمانان عزیز القدر جناب آقای دکتر محق تشریف آوردن و مجلس ما را بسی سنگین بود و سنگین تر ساختن، و دوستان عزیزی که از آمریکا، سیاتل و واشنگتن تشریف آوردن، و همچنین استاد بدخش و دوستان دیگر. و همچنین تشکر میکنم از کسایی که سبب برگزاری مراسم شدن و خصوصا از بخشی از دوستان زحمت کش بخشی تدارکات. البته قرار بر این بود که امروز بتوانم یک کمی راجع به موضوع مزاری عدالت اجتماعی و فدرالیسم صحبت کنم، که صحبت‌های وزین جناب آقای محق تقریبا میشه گفت که مسیر صحبت‌های ما یک کمی منحرف ساخت، و به صلاح میدانم که به جای پرداختن به مسئله فدرالیسم و اندیشه های شهید مزاری، اندک درنگ در بستر تاریخ که سبب زایش شخصیت های مانند مزاری و شهید احمدشاه مسعود و یا دوستان دیگر، شهید بدخشی و هزاران شهید گمنامی که در این مسیر جان خود فدا کردن و بالاخره در راستای رسیدن به آرمان عدالت خواهی و افغانستان آزاد و آباد مبتنی بر عدالت و برابری همگانی ابدی شدن، یاد از اونها هم داشته باشیم. و خدمت دوست عرض کنم که من میخواستم که راجع به مسئله فدرالیسم صحبت کنم، اما فعلا من میخوام که روی موضوعات یک سری موضوعات دیگه صحبت کنم. قبلا در جلسات قبلی بسترهای پیدایش منازعات سیاسی در جوامع آسیایی را کم مورد توجه قرار دادیم، که شاید بخش از دوستان اونجا تشریف داشتن و بخش دیگه از دوستان نبودن. و در این جلسه ما هم به گونه گذرا و بسیار خلاصه من خدمت شما عرض میکنم که در جوامع مانند افغانستان و کشورهای فقیر مانند افغانستان، که بوی دموکراسی و سیاست مدرن در اونجا خیلی بیگانه به نظر میرسد، زمینه های واگرایی و زمینه های اختلافات و درگیری های قبیلوی و قومی بس زیاده. مثلا یک از مواردی که ما میتونیم در درون افغانستان مسئله را مورد بررسی قرار بدیم، موضوع خود جغرافیای افغانستان، جغرافیای طبیعی افغانستان. اصولا ساختار طبیعی افغانستان ساختار خشک، در هر ساختار خشک بنابر تئوریک در بخش جامعه شناسی و همچنین در بخش آنتولوژی مطرح میشه، در جوامع خشک اصولا تراکم جمعیت شکل نمیگیره، و هر جا تراکم جمعیت شکل نگرفت اصولا در اونجا سرمایه و موضوع فیودالیزم به وجود نمی آید. وقتی موضوع سرمایه فیودالیزم نبود، بناهن جامعه مدنی شکل نمی گره، طبقه متوسط شکل نمی گره. وقتی طبقه متوسط شکل نگرفت، حکومت ها تکتاز می شد، در جایی که حکومت ها محتاج مردم باشه، همیشه مردم احتیاج به دولت ها پیدا می کنه و دولت ها خاصیت دیکتاتوری به خود می گره. خب موضوع بود، قبلا من خدمت دوستا صحبت کرده بودم، امیدوارم که
موضوعی که امروز میخواییم به قضیه بپردازیم یکم متفاوت‌تر از یه این که اصولاً تاریخ منازعات سیاسی در درون افغانستان رو ما از زاویه‌ای بررسی کنیم که صورت مسئله رو به گونه‌ای بسیار واضح روشن ما بیان کنیم. مثلا در طول 40 سال یا 50 سال درگیری‌های داخلی در درون افغانستان وقتی گروه ها و نهادهای متخاصم و رقیب کنار هم می آمدن میگفتن ما اصلا مشکل نداریم. خب اگر شما مشکل ندارین همه آدم کشی برای چیه؟ همه درگیری برای چیه؟ در افغانستان اصولا رواجه که ما صورت مسئله را میپوشانیم، ما اصل مشکل را میپوشانیم، بعد میاییم از بیرون. طبقی صحبت هایی که جناب استاد ما دکتر محق گفتن، یاد کنیم از آقای محمد عابد الجابری که او در همون کتابی که جناب ایشان یک تفسیری رویش گفتن یک مطلب بسیار زیبایی داره، میگه تاریخ سیاسی اسلام رو ما بر سه دسته تقسیم میکنیم: دوران پیامبر، دوران خلفای راشدین و پس از خلفای راشدین. میگه در دوران پیامبر اسلام خدا در اول بود، دین در وسط، ببخشید خدا در اول بود، قوم در وسط بود یا قبیله در وسط بود، در غنیمت در نهایت قرار داشت، یعنی بر اساس سه محور مبارزه شکل میگرفت. اما وقتی پیامبر اسلام وفات فرمودن، دوران خلفای راشدین خدا در آخر آمد، غنیمت یا قبیله اول شد، اول دوم شد، خدا در آخر قرار گرفت. بعد از جریان خلفای راشدین اصولا خداوند از معادلات سیاسی جامعه حذف شد. در درون افغانستان هم ما همه چیزی میبینیم. مثلا اصولا وقتی ما میشینیم همش صحبت از عدالت اسلامی، همش صحبت از قرآن، همش صحبت حکومت علی، حکومت عمر. واقعا مشکل در کجاست که ما این همه خونریزی ها و این همه اختلافات در درون افغانستان ما داریم؟ بقول شهید مزاری که میفرمود، میگفت شعارها همه ملیه ولی عملکردها همه قومیه. من زیاد به این مسئله نمیپیچم، میخوام به شکل بسیار گذرا خدمت شما عرض کنم که اصولا تاریخ سیاسی افغانستان بر مبنای یک تفسیری که هر کس میتونه خودش از پیش خود داشته باشه به دو بخش تقسیم میشه: تاریخ منازعات قبیله و تاریخ منازعات قومی. از دوران شکلگیری افغانستان توسط احمدشاه عبدالی و خصوصا بعد از چند سال حاکمیت خود احمدشاه عبدالی، تمام افغانستان به دست فرزندان احمدشاه عبدالی میفته. حکومت افغانستان در زمانه و در عصر تاریکی از نبردهای قبیله‌ای قرار میگیره، تمام قبایل پشتون بر علیه همدیگر قیام میکنه. البته به خاطر داشته باشین بنده هیچ گونه دشمنی با هیچ قوم ندارم. من حتی معتقد هستم که هزاره ها نباید فکر کنه که پشتون ها دشمن اونا هستن، طالبان دشمن اونا هستن، بلکه من فکر میکنم دوستی و دشمنی تمام اقوام در درون افغانستان، یا به عبارت دیگر تمام منظومه های قدرت در درون یک جغرافیای مشخص وابسته به بازی سیاسی اونا داره. به عبارت علمی ترش اگه بخوایم خدمت شما عرض کنم، اصولا سرنوشت سیاسی ما مدیون عمل سیاسی ما هست. ما چگونه در قبال وضعیت سیاسی، در قبال تقسیم قدرت، در قبال مدیریت و مالکیت منابع یک سرزمین که هم شامل منابع معنوی میشه و هم شامل منابع مادی میشه، ما چگونه تعامل با خود داریم و چگونه آمادگی داریم؟ اینه که برای ما دوست دشمن تعیین میکنه. در غیر از او ذاتاً نه پشتون دشمن ما، نه من دشمن تاجیک هستم، نه تاجیک هم دشمن هزاره ها، هیچ دشمنی وجود نداره. فقط در حین تقسیم منافع مهم اینه که چه کسایی تانسته خوب بازی کنه و چه کسایی تانسته از مهره های شطرنج بسیار به خوبی استفاده کنه. خب حالا در قسمت افغانستان هم من شاید به این موضوع برسم. تمام منازعات سیاسی درون افغانستان تا سال 1929 منازعات قبیله‌ای بود. یعنی مثلا صدرزایی ها علیه بارکزایی ها، بارکزایی ها علیه احمدزای، احمدزای بر علیه غلظزایی، غلظزایی علیه صدرزایی، صدرزایی علیه مثلا بخشای دیگه جامعه پشتون، اینا در بین خود درگیر بودن. همون سنت که از فرزندان احمدشاه عبدالی به یادگار مانده بود. شوکی که به جامعه قبیله سالار افغانستان وارد شد، برکنار شدن یا سقوط آمان الله خان بود با روی کار آمدن حبیب الله کلکانی. وقتی حبیب الله کلکانی وارد دستگاه قدرت شد، یک دفعه شوک بسیار عظیم وارد بدن سیاسی جامعه پشتون شد و پشتون ها فکر کردن برای اولین بار که ما حاکمیت تاریخی و اقتدار تاریخی که حق ما بوده در این سرزمین رو ما از دست دادیم. و این جریان ادامه پیدا میکنه. از همین وقت متاسفانه عقده های همه پشتون ها رو من نمیگم، عقده های کسایی که مثلا خواستن در درون افغانستان خونریزی به بار بیارن، به خاطر داشته باشین آن همه ستم و جفایی را که خود مردم پشتون و قبایل پشتون از دست سران پشتون دیدن، واقعا هزارها و تاجیک ها ندیدن.
هنوز هم ما در قسمت های خوست پکتیا ما کسایی داریم در شاخ مثلا درخت ها زندگی میکنن. حدودا 10-15 سال پیش ما یک داکومنتریز اینا رو دیدیم که مثلا هموطنهای ما در خوست اینا در شاخ کوها یا مثلا در شاخ درخت زندگی میکنن. یا مثلا زایشا وقت در خوست رفت گفت کسایی که مثلا درس میخوانه هم باید مالیات بده هم عسکری باره، ولی کسایی که درس نمیخوانه نه مالیات بده نه عسکری. بعد در این دوران ما شما در نظر بگیریم چیز در حدود 50 ساله که 5 نسل پشتون ها فقط به خاطر یک توهم که اقتدار تاریخی اینا از دست رفته همش نابود شد. شما میبینید ما چند تا تحصیل کرده پشتون داریم و حداقل اگر فعلا در حکومت طالبان ما چی تعداد از آدم های آکادمیک داریم در مدیریت سیاسی کشور دخیل باشه. اینها همه عوارض یکی از توهمی از بین رفتن اقتدار تاریخی پشتون در ذهنیت عامه و در ذهنیت روشنفکران طایفه به وجود آمده. متاسفانه مسئله حضور حبیب الله کلکانی در سال 1929 به همین موضوع بسیار به شدت دامن زد. دقیقاً پارادایم ثبات سیاسی در درون افغانستان از وضعیت قبیله‌گرایی به وضعیت قوم‌گرایی تبدیل شد. دیگه مثلا بخش عمده از حاکمیت سیاسی در درون افغانستان اختلافات در قبیله‌ای را کنار گذاشتن، چسبیدن به مسئله قوم. اختلافات شما از همین نقطه بیاین ببینید. ما یک کتاب داریم برام سمسور افغان مثلا کی نوشته کده، آقای اسماعیل یون سلیمان لایق. من نمیخوام به اختلافات دامن بزنم، ولی من میخوام بگویم که ما در اینجا مشکل داریم. اگر ما مشکل طرح نکنیم، اگر ما به خاطر مشکل راه حل ارائه ندیم، اگر ما نگوییم حق ما در اینجا زایش ده، بنا به فرموده شهید عبدالعلی مزاری رهبر شهید که میگفت خواستن حق به معنای دشمنی نیست، به معنای تداوم برادریه. خب منم نمیخوام مثلا با کسی دشمنی کنم، من میخوام بگم که در تاریخ ناهنجاری های وجود داشته، ستم های وجود داشته، ظلم های وجود داشته و خیلی جفاهای وجود داشته. حداقل 64% مردم ما توسط همین برادران پشتون ما یا به شکل رسمی یا به شکل غیر مستقیم کشته شدن، حالا هم کشته میشن. برچی دارالحرب شدن. مثلا یک سری دوستان اونجا مثلا تحریک میکنه که بگن مثلا چیز در حدود 900 تا فاحشه خانه وجود داشته یا 1000 تا نمیدونم کلیسا اینجا وجود داشته. اینا همه از کجا برمیخیزن؟ واقعا چرا ما قبلا نداشتیم که حالا اینا به وجود اومده؟ در دوران جمهوریت ما هم صحبتای نداشتیم. خب به هر حال اینا مسئله های است، اینا مشکلاتی است در اون جامعه که ما باید به این مشکلات بپردازیم. اگر امروز من فکر میکنم یکی از رسالات های عمده شهید مزاری، یکی از رسالات های عمده مثلا طاهر بدخشی، یکی از رسالات های عمده شهید ربانی و همچنین احمد شاه مسعود این بود که ما تاجیک سیاسی، هزاره سیاسی، ازبک سیاسی تربیت کنیم. هزارها دقیقاً فعلا هم در شرایط پیشا سیاسی زندگی میکنند. شرایط پیشا سیاسی یعنی چی؟ یعنی این که ما زیر چتر و حاکمیت یک دولت قرار داریم، مالیات پرداخت میکنیم، تکلیفهای ما و تکلیفهای خود نسبت به حاکمیت سیاسی ادا میکنیم. ما از هیچ گونه حقوق سیاسی برخوردار نیستیم. حق رأی نداریم. حق داشتن نماینده در درون دستگاه مدیریت سیاسی ما نداریم. حق اظهار وجود ما نداریم. فقط باشین به ما مالیه بدین، هر آنچه که ما گفتیم شما همون کار انجام بدین. دستات که اگر نکردیم ما میتونیم چهار تا انتحاری بفرستیم مثلا دشت برچی یا سایر مناطق هزارجات به خاک خون یکسان کن. این یک از مشکلات بسیار عمده در جامعه افغانستان بوده و تالا هم هست متاسفانه. البته این موضوع تنهای به این گونه نیست که مثلا فقط هزارها تحت فشار وضعیت بوده باشد. ما ببینید در درون افغانستان سه تا قوم بزرگ اگه ما شما در نظر بگیریم پشتون، تاجیک و هزاره، اینا داره سه تا مرض مال خلیاییه. مثلا پشتون ها فکر میکنن که حق تاریخیشان همین داشتن افغانستان، حاکمیت سیاسی، نمیدونم هرچی آدم عالم اینجایه باید از ما مطابقت کنه. و به مجرد که یک آدمی مثلا تاجیک، یک آدم مثلا یک انسان از جامعه هزاره وارد دستگاه سیاسی شد، همش قیام میکنن که بگیرید مثلا دوز زدند. این یک مشکل. مشکل دیگه که در مدت 20 سال حداقل ما شاهد بودیم توهم قدرت در میان برادران تاجیک ما به وجود آمد. ما حداقل 60% مجموع کل چوکی های سیاسی در درون افغانستان را داشتیم که متعلق به برادران تاجیک ما بود. اینا در مدت 20 سال چیکار کردن؟ حتی رهبران تاجیک همانند رهبران هزاره پیش بینی نکردند که فردای بعد از دموکراسی که غنی و کرزی هم به خاطر تطبیق حاکمیت همین مثلا نظام طالبانیزم وارد افغانستان شده، حتی پیش بینی نکردند که فردا اینا ما باید با جامعه خود چیکار کنیم. به همین خاطر
شما به خاطر داشته باشین بیشترین آسیب را از ورود طالبان در درون افغانستان درست ما مزاری را دست دادیم، درست ساختار اجتماعی ما در دوران عبدالرحمن خان کاملا فرو پاشید، اینا را من همه قبول دارم، اما در دوران فعلیش اولین مردم، اولین کاتولیک بعد از پشتون ها خساره متقبل شدن، اول من فکر میکنم بیشترین خساره پشتون ها کردن، چون نیروهای انسانیشان تلف شدن، نیروهای متخصص تربیت نتونستن، مکاتب سوزاندن، فعلا یک چهار تا دارالحفاظ تشکیل دادن. اما در دوران مثلا 20 سال حکومت کرده و قبل از این هم 20 سال حکومت دموکراسی و جمهوریت، به دلیل اشتراک در مذهب که ما حنفیت باشد و همچنین مشی کلامی ماتوریدی، تا تانستن مثلا گروه های خرابکار و تروریست در درون برادران تاجیک ما رخ نکردن، دارالحفاظ های حقانی از کتل خیرخانه پس شد تا آخر بدخشان. بعد روزگار که طالب مثلا واردی صحنه شد، حداقل 40% نیروهایی که برادران همین خواهر برادر تاجیک ما شما به خاک خون کشن، همین نیروهای نفوذی داخلی به فرق خودشان مثلا همین ستون پنجمی هایی بودن که مثلا از درون دارالحفاظ ها تربیت شد، ولی ما دارای آسیب نبودیم، حداقل جامعه هزاره دارای آسیب نبود، ما از این بود دور بودیم. ما یک مرض دیگه داشتیم، مرض ما در طول 20 سال توهم دانایی بود. 4 تا دانشگاهی که ما مثلا در کابل مدیریت میکردیم، یا مثلا 4 تا مرکز تعلیمی و فرهنگی که ما در کابل اداره میکردیم، همه هزاره ها فکر میکردن که ما دیگه به نقطه پایان رسیدیم، یعنی دیگه همه ما جهان رو میتونیم کنترل کنیم. ولی دقیقا از این که مثلا یک حرکت، یک شبانه روزی طالبان تانست تمام ساختار و شیرازی گستره تمدنی و گستره فرهنگی که ما در مدت 20 سال جا به جا کرده بودیم فرو بپاشند. شما از هزاران استاد، از هزاران ماستر و دکترا و از اون کشفش فرهنگی که ما در درون افغانستان داشتیم، فعلا چه تعداد شما پاور جا داریم؟ نداریم، متاسفانه همش فرو ریخت. مسئله مزاری نیز مسئله هویت بود. من فکر میکنم اگر در تمام مواضع ما با برادران تاجیک، با برادران ازبک، حتی با برادران پشتون ما که از وضعیت طالبا و همچنین از وضعیت تندروی اسلامی در درون افغانستان یا در درون پاکستان اینا آسیب میبینن، ما وجوه مشترکات خود ما در نظر بگیریم، ما وجوه مشترکات بسیار فراوان داریم. ما باید در یک مسیر حرکت کنیم تا بنا به فرموده شهید مزاری عدالت و برابری در سطوح جامعه تامین شود، و عدالت و برابری تامین نمیشه مگر با تثبیت سرزمین هایی که از ما گرفته شده. مثلا آقای رحمی هم فرمودن که مثلا سرزمین هایی که از بومیان کانادا گرفته شده، حالا حداقل اگه معذرت خواهی وجود داره، اما اروزگان ما رو گرفتن چی شد؟ ساهای مثلا قندهار و ارغنداب قسمت ها رو گرفتن، بخشای غرب افغانستان که از ما گرفتن، اینا چی شد؟ کس تاریخش میخوانه؟ متاسفانه در مدت 20 سال رهبران هزاره ما و شما یک کار کردن که آخرین شالوده های سیاسی بودن انسان هزاره رو زنا گرفتن. ما دیدیم مثلا دو تا جنبش بسیار بزرگ که در سطح خاورمیانه بی‌نظیر بود، جنبش تبسم و جنبش روشنایی، که ما جنبش تبسم بنام جنبش هویت یاد میکنیم و جنبش روشنایی بنام جنبش سرزمین، اینا چگونه توسط رهبران ما نابود شدن، توسط رهبران ما کوبی داشتن، از هم پاش داشتن. اینا مشکلاتی بود که ما قبلا داشتیم و حالا هم داریم، و مشترکاتی که فعلا ایجاب میکنه که ما بتونیم بر سر پای استاد شویم، ما بتونیم مثلا از این بحران غمناک عبور کنیم. چی چیز میتواند باشد؟ آیا فقط همین که ما بشینیم مثلا هر کاری که طالب کرد ما بگیم خب الا ماشاءالله خدا به سر ما آورده؟ یا نه، روشن فکران ما و اونایی که مثلا تا دیروز تئوری پرداز بودن، تا دیروز مثلا سکان مدیریت فرهنگی را به عهده داشتن، باید بشینن یک راه حل برای مشکل پیدا کنن. لزوما نه راه حل کشتار، نه راه حل نابودی. خب در بحث مسئله هویت، من فکر میکنم که هویت برای تمام اقوام افغانستان امر بسیار مهمه. اگر هویت ما را بپذیره، اگر هویت مثلا برادران تاجیک در درون افغانستان پذیرفته شود، دیگه لشکرکشی وجود نداره. چون ما وقتی کسیم به رسمیت میشناسیم که شما در درون خانه هستیم، باید یک تختی، باید حداقل یک جای، یک چوکی هم برای از اون ما در نظر بگیریم. ولی چون ما اصلا هویت بعضی‌ها رو انکار میکنیم، خصوصا هویت هزاره ها، از اول هم انکار شده، حالا هم انکار شده. مثلا مزاری رهبر یک قوم بود، رهبر هیچ طایفه، رهبر هیچ کشور به دست نیروهای نظامی کشور دیگه کشته نمیشه مگر اینکه اونا تروریست باشن. خب اینا آمدن مثلا مزاری رو هم کشتن، بعد
احمد شاه مسعود هم توسط همین دوستای نمیدونم ستم ملی پشتونیزم ما نابود شد، بعد شیرازهای فرهنگی ما توسط همینا کلا در هم ریخت. خب هدف حرف اینجاست که ما چگونه میتوانیم که دوباره از وضعیتی برای اینکه مزاری برای همون وضعیت نابود شد، برای همون وضعیت ابدی شد و جانش از دست داد. مزاری میفهمید که ستم برای یک جامعه و ظلم برای یک جامعه، او جامعه را از دیدگاه مردمش ناپدید میکنه، کشور از دیدگاه مردمش ناپدید میشه. مثلا ستمی که در طول تاریخ بر هزاره هاشته، حس تعلق هزاره از سرزمین، حس تعلق هزاره از فرهنگ، حس تعلق هزاره ها از مملکت و از نهاد سیاسی در درون افغانستان کاملا گرفته شده و این بیشتر کمک میکنه که هزاره پیشا سیاسی باشد و ما زندگی پیشا سیاسی داشته باشیم. تمام تلاش های مزاری و تمام حرکت های مزاری که در طول مبارزات خودش در غرب کابل انجام داد فقط همین بود که به ما هویت ببخشه و بعد به ما هویت سیاسی ببخشه. مزاری به دنبال هویت سیاسی بود، مزاری به دنبال حقوق سیاسی بود، به دنبال امتیازات سیاسی نبود. در مدت 20 سال حاکمیت جمهوری مگه ما کم وزارت داشتیم؟ مگه ما سهم کمی داشتیم مثلا در ادارات؟ مگه برادران تاجیک ما سهم کمی داشتن؟ ولی تمام حضور برادران تاجیک و تمام حضور هزاره ها در درون نهاد حکومت و مدیریت اصولا امتیاز سیاسی بود. امتیاز سیاسی چیزیست هر آن قابل گرفتن، قابل بازگرفت هم گرفتن، کرزه داد غنی گرفت. خب مشکلی نه، ولی وقتی که هویت ما محرز باشه، سرزمین ما محرز باشه، او زمان مسئله حق سیاسی وجود میاد، او زمان مسئله انسان سیاسی وجود میاد. ما به عنوان یک انسان باید سیاسی باشیم در هر شرایطی. من نمیتونم خارج از نظام سیاسی نفس بکشم. خب این مشکلات ها و این ناهنجاری هاست در اون جامعه که جامعه تبدیل میشه به جامعه چند پارچه و بعد ما میبینیم مشکلاتی که در اون افغانستان فعلا وجود داره. از همین نقطه سرچشمه میگیره. مسئله بحثی که شهید مزاری در قسمت فدرالیزم مطرح کرد، من میدونم فدرالیزم یک موضوع خارجی است، چنانچه که شما مستحضر هستین شاید هم متوجه شده باشین. نظام افغانستان نظام قبیله سالاریه، یعنی تمام مشروعیت سیاسی شهرها از درون روستاها کنترل میشه. تا زمانی که روستا مشروعیت شهر رو تایید نکنه شهر قوام نداره، شهر تبدیل به ویرانه میشه، چنانچه ما دیدیم طالبان همه چیز تبدیل به ویرانه کردن. کلن افغانستان بازگشت به عصر ویرانه. چرا؟ چون قبیله یه چیز نمیخواست، چون نظام سیاسی که در این مقطعی از تاریخ وجود داشت کسای را آورده بودن که او کسا خارج از چارچوب و خارج از جرگه قبیله‌ای بود. شما کتاب سمسار افغان شما بخوانید، مثلا در اونجا ذکر میکنه که سقاوی دوم و سقاوی سوم، میگه سقاوی اول مثلا حبیب الله کلکانی بود، چرا سقاوی اول؟ میگه خب یک آدمی مثلا آمده بود حقوق پشتون‌ها رو غصب کرد، آمده 4 روز مثلا دزدی کرد، پادشاهی رو دست ما گرفت. ما نباید میگذاشتیم که ببرک کارمل بین اون یک تاجیک دیگه میومد، بعد مثلا یک هزاره دیگه هم وارد سیستم میکرد به نام مثلا نخست وزیر دوران ما چی بود؟ سلطان علی کشمن. و خیلی خیانت بزرگی بود. بعد همه برای شوریدن. برای حبیب الله خان کلکانی هم همین پشتون ها اول حمایت کردن، قبایل حمایت کردن. بعد وقت دیدن حقوق قبایل با حضور حبیب الله کلکانی کم رنگ شده، دوباره قیام کردن، همین آدم نابود کردن. سقاوی دوم عبارت بود از ظهور ببرک کارمل، سقاوی سوم حضور احمدشاه مسعود و همچنین شهید ربانی در دادگاه سیاسی. خب در درون از این کتاب داد میزنه، اصلا مانیفست بنیادگرایی و مانیفست کشتار قومی و قبیله‌ای در درون افغانستان ساخته شده، داد میزنه که چرا مثلا نظام های سیاسی در درون افغانستان به سوی دموکراتیک پیش میره، به سوی وضعیت دموکراتیک. چرا؟ چون وضعیت دموکراتیک خواستار اینه که هر کس به اندازه شایستگی خودش مقام میگیره، اما نظام قبیله که این قسمی نیست، هر کی لنگی و لنگوتش کلان بود همون آدمه. مثلا شما حالا کابینه طالبان شما در نظر بگیرین، از بالا از ریاستش گرفته تا پایین رتبهش همش مولای، مگر آخون میفهمم نصاب تعلیمی چگونه بررسی کنه؟ بعد میگه که توی که مثلا دکترا در روابط بین الملل داره، توی که مثلا نمیفهم دکترا شیمی داره، توی که پروفسور بی سواد هستی، بی سواد مطلق. چرا؟ چون حدیث نمیفهمی. حدیث یک بخش از زندگی ماست، ولی نظام قبیله به گونه عمل میکنه که تمام ساختارها و تمام آموزه های دینی و مذهبی رو میره برای خودش مصادره میکنه. بعد توسط همین مردم میزنه،
شما دیدین شاید بدین که مثلا آقای سراج‌الدین حقانی میگه مگه که من شب که عملیات هتل انترکانتیننتال بود پیغمبر آمده می انتحاری ها مثلا رهبری میکرد. هیچ کس نکته آدمی با انصاف، ملای با انصاف، آدمی که لک ها میلیون ها آدم پشت سر کشید، مگه پیغمبر تروریست بود که او آمد تروریست های بیشعور تو را هدایت کرد تا مثلا 300-400 نفر در هتل انترکانتیننتال بکشه. تخدیرات مذهبی اصولا عقل آدم ها رو میگیره. وقتی آدم ها سیاسی نبود، وقتی آدم ها اعتقادی 100% بود، اصولا دیگه همه چیز از پیش گرفته میشه. متاسفانه در اون جامعه افغانستان همچین اتفاق رخ داد و همچین اتفاق هم در حال رخ دادن و شرایط هم بسی از این پیشتر میشه. من فکر میکنم که امروز وقت زیاد خیلی زیاد دوستان تشریف داشتن و از حضور دوستان زیادی ما استفاده بردیم. من در محور میراث‌های شهید مزاری بین من نزدیک که به مسئله فدرالیسم نپرداختم، چون فدرالیسم خودش دارای مشکلات خاص خودشه، خودش وضعیت وارداتی هم در درون افغانستان نمیتونه خیلی موفق باشه، چنانچه دموکراسی نتانست، چنانچه مثلا بروکراسی نتانست، چنانچه جمهوریت نتانست، چنانچه انتخابات نتانست. اگر میتانست مثلا در مدت 20 سال ما 30 میلیون جمعیت 15 میلیون ما جهاد کردیم، 15 میلیون دیگه ما مثلا اختلاس کردیم. خب اگر قرار بود ما از این وضعیت استفاده میکردیم، ذهنیت مردم اینا رو میخواست، حتما به جای رسیده بودیم که نرسیدیم. و فکر میکنم که فعلا روی دو سه تا نکته به عنوان نکتوار روی میراث‌های شهید مزاری متکی میکنم که در قدم اولم خلق ایجاد پیوند توسط مزاری در میان هویت ملی و قدرت سیاسی بود که مزاری میخواست برای همه همگانی بسازه. یعنی هیچ کس در جغرافیای افغانستان انسان غیر سیاسی نباشد و همگان در مسئله مدیریت سیاسی و قدرت سیاسی به گونه دخیل باشه. حتی اگر در نظام جمهوریت و در نظام‌های در سایر نظام‌ها جواب میده، مسئله فدرالیسم باید جواب بده اینجا که مسئله فدرالیسم مطرح کرد که در درون مسئله فدرالیسم شهید مزاری خودش اکثر حرفای داره که ما در اول جلسه در وسط جلسه هم شنیدیم که بیشتر روی زوم مسئله ما نمیپردازیم. خود آگاهی جمعی وضعیتی بود که جناب آقای محق هم در این مسئله پرداختن که خود آگاهی جمعی عبارت از اینه که مرا از گذشته تاریخ من آگاه بسازه و وضعیت گذشته مرا پیوند بزنه به حال و حال مرا مقایسه کنه با وضعیت گذشته، یا به عبارت دیگه سرنوشت سیاسی مرا در رابطه با عمل سیاسی که در گذشته انجام گرفته به مقایسه بگیره و مرا از خواب غفلتی که در خواب غفلتی که وجود داره مرا از این خواب بیدار کنه. شهید مزاری یکی از حقانیتاش همین بود برای همه مردم افغانستان. اتفاقا بیاد داریم در یک بخشای از حقوق ازبک ها در مقابل مثلا پشتون ها دفاع کرد، از حقوق پشتون ها در مقابل تاجیک ها، از حقوق تاجیک ها در مقابل پشتون ها دفاع میکرد. و یه حکایتگر از این بود که مزاری جدای از یک شخصیت ملی هزارگی بود، یک شخصیت بود که برای عموم انسان ها هم فکر میکرد، برای عموم انسان هایی که در وارد سرزمین افغانستان و ساکنان افغانستان بود به این مرحله هم فکر میکرد. و به عبارت دیگه یک مبارز سیاسی بود که برای تک تک افراد هر آنچه را که برای خودش میخواست برای دیگران هم میخواست. مسئله دیگر مسئله خروج از انحصار سیاسی قدرت بود. مزاری با طرح فدرالیسم، مزاری با طرح ورود به دستگاه مدیریت سیاسی میخواست انحصار سیاسی قدرت در درون افغانستان شکستانده شود. یعنی دیگه به گفته خودش مثلا چی کس هر کس که پشتون بود مثلا میتونه هم وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، مزاری که بود نه رئیس جمهور شده میتونه نه وزیر شده میتونه. در یک از صحبتاش میگفت خب به من گفتم من 4 تا وزارت بهتون میدم، من 4 تا وزارت نمیخوام. کسی که به ما وزارت میده وزارت پس گرفته هم میتونه. من میخوام در مدیریت سیاسی، من میخوام در تعیین سرنوشت سیاسی خود و مردم خودم سهیم باشم. این یکی از نکات بسیار بارز در اندیشه های سیاسی شهید مزاری است. البته راجع به شهدای گرانقدر دیگه مثلا که برای من خیلی عزیزن، همه در همین راستا حرکت کردن و همه هدفش شکستاندن انحصار سیاسی بود، اما متاسفانه گاهی یک کمی اشکالات در مسیر را به وجود می آمد که جامعه افغانستان از اشکالات مبرا نیست. در فرصت های دیگه اگر لازم بود صحبت میکنیم. توجه به تمام اقشار جامعه، فیلمی که ما یک چند دقیقه قبل شهید مزاری ما دیدیم، گفتن که در پیشاور آمدن مثلا دولت حکومت تشکیل دادن، بعد گفتن راجع به هزاره ها گفت سرنوشت هزاره ها بعدن گپ میزنیم. هزاره ها نه تنها مزاری نه تنها نگران سرنوشت هزاره خود بود، حتی به زنانی که در درون افغانستان وجود داشت به این زنان نیز توجه داشت. حقوق زن، حقوق اقلیت ها، حقوق حتی سیک و هندو ها نیز از دیدگاه
از چشم تیزبینی مزاری در اندیشه سیاسیش خالی نمون. و سرانجام مزاری با تمام اندیشه های استوری که داشت، با تمام تفکرات عالی و تفکرات انسانی، حداقل در حوزه هزارها هم اگر ما بپذیریم که برای ما هویت بخشید، برای ما هستی بخشید و به ما بیداری بخشید که ما تاریخ بر ما چی کرده و تاریخ با ما چی خواهد کرد، در همین راه ابدی شد و در همین راه جانش را از دست داد. اما آرمان های مزاری، روح مزاری، اندیشه های مزاری در قالب خونی که از کاج و خونی که از موعود جاری می شود همچنان سیلان دارد و همچنان جاری است. اندیشه های مزاری در تفکر تک تک از جوانهای عدالت‌خواه، تک تک از انسان‌هایی که برای آزادی انسان و برای برابری انسان‌ها مبارزه می‌کنند همچنان ساری و جاری است. و سلام علیکم و رحمت الله.